از صداهای تک و توک در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. صداهایی که سالها سرکوب شده بودند. صداهایی از تجاوز، تعرض و آزار جنسی. دستگاه قضایی ایران بالاخره امروز بعد از یک هفته دست به کار شد و یکی از متهمان را دستگیر کرد. کیوان اماموردی شروع هشتگی بود که تبدیل به یک جریان شد. جریانی که اسمهای بزرگتری را به میان آورد. افراد با نفوذی که متهمند با سوء استفاده از جایگاهشان و اطمینان از مسئولیتشان دختران جوان را مورد تجاوز یا آزار و اذیت قرار دادند. موانع بر سر راه این زنان کم نیست. علاوه بر موانع حقوقی برای اثبات ادعایشان، آنها مقابل جامعه مردسالاری ایستادند که یاد گرفته قربانی را مقصر بداند. در این برنامه درباره موانع حقوقی پیش روی این زنان صحبت می‌کنیم و همینطور از جنبه‌های اجتماعی این حرکت خواهیم گفت. در برنامه امروز در استودیو پگاه بنی هاشمی به ما پیوسته، حقوقدان در اینجا، و از پاریس خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7 و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در همین دانشگاه. خانم کیان، اجازه بدید از شما شروع بکنم. بسیاری جنبشی رو که الان اتفاق افتاده در شبکه‌های اجتماعی در ایران با اون جنبش میتو که از آمریکا و از هالیوود شروع شد ولی به اونجا محدود نمون مقایسه میکنن. چه وجه اشتراک‌هایی شما میبینید و اینکه اصولاً آیا میشه این دو رو مرتبط دونست؟ به نظر میرسه که بله، دامنه میتو بالاخره به ایران هم رسید. میدونید قبل از ایران خیلی از کشورهای دیگر جهان و کشورهای آسیایی هم در واقع از همون شیوه میتو استفاده کرده بودن در ارتباط با آزار و اذیت‌های جنسی که برشون شده بود. سال‌ها قبل زنان صحبت کردن. میتو البته وجه تفارق داره به نظر من با مورد ایران، برای اینکه در اونجا زنانی که سال‌های سال قبل از طرف مثلا تهیه کنندگان هالیوود یا کارگردانان مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، بعد از اینکه خودشون معروف شده بودند و در واقع خودشون در موضع قدرت قرار داشتن، تابو شکنی کردن، آمدن و خودشون رو معرفی کردن و از آنچه که برشون رفته بود صحبت کردن. در مورد ایران ما بیشتر می‌بینیم که به شکرانه وجود شبکه‌های اجتماعی و این واقعیت که زنان میتونن هویت خودشون رو برملا نکنن، ولی اون تجربه بسیار تلخ آزار جنسی و یا تجاوز رو بتونن با دیگران شریک بشن و حتی از افرادی که این اتفاق رو برای اینها پیش آوردن نام ببرن استفاده میکنن. البته من میخواستم این نکته رو تاکید بکنم که میتو به نظرم بسیار یه جنبش مهمیه و در واقع جهانی شده هست، اما هنوز موفق نشده که نه رابطه قدرت رو به نفع زنان تغییر بده و نه نابرابری‌های جنسیتی میان زنان و مردان رو، که به نظرم اساس در واقع این وضعیتی هست که برای زنان پیش آمده و پیش میاد رو از بین ببره. و این کارزار بسیار بسیار مهمی هست که در واقع مبارزات جهانی‌تر و کلی‌تر زنان رو می‌طلبه. برای زنان ایرانی به نظر میرسه کار به شدت سخت‌تر هم باشه در مقایسه با اون چه که در جنبش میتو بود، چون همونطور که شما گفتید اینها افراد معروفی بودند، نامی داشتند و حمایتی داشتند. اما برای خیلی از زنهایی که در همین جنبش اخیر یا حرکت اخیری که از ایران در شبکه‌های اجتماعی شروع شده که اونا با اسم و رسم هم حتی صحبت کردند، به نظر میاد سخت‌تر باشه، برای اینکه اونها با موانع زیادی به لحاظ اجتماعی هم مواجه هستند. سوال برای منه، ببخشید. بله، می‌خواستم بپرسم که این موانع اجتماعی رو چی می‌بینید و چطور قابل توجیه است؟ ببینید، موانع اجتماعی عدیده‌ای در ایران وجود دارن که برخی از اونها به این معنا هست که معمولاً گفته میشه که زنانی که بهشون تجاوز شده یا مورد آزار جنسی قرار گرفتن خودشون خواستن، خودشون رو در شرایطی قرار دارن که این اتفاق براشون بیفته. برای مثال، یعنی همیشه با زن هست که به عنوان خاطر و در واقع مشکلزا بهش نگاه میشه. بعد ما با یک فرهنگی مواجه هستیم متاسفانه که بر اساس اون میگن که مردان غریزه جنسی خیلی بالایی دارن و زنان هستن که باید خودشون رو بپوشونن، بدن خودشون رو به نمایش نگذارن و مردان رو به اصطلاح تحریک نکنن، و در واقع در غایت همیشه این زنان هستن که
مورد در واقع اتهام است. اتهام قرار می گیرن و این البته به ایران هم محدود نمیشه، در کشورهای دیگه هم به همین ترتیب. من اگر اجازه بدید در مورد فرانسه یه آمار خدمتتون ارائه بدم که هر سال 90 هزار زن حدوداً اعلام میکنن در پرسش هایی که انجام میشه که مورد آزار جنسی یا حتی تجاوز قرار گرفتن، ولی فقط 10 تا 15% از این زنان میرن و شکایت میکنن و در واقع حاضر میشن که هویت خودشون رو برملا بکنن. و پس این مسئله تابو هنوز در خیلی از جوامع وجود داره، ولی در مورد ایران بسیار بیشتر فکر میکنم تا فرانسه به تبع وجود داره. و به هر حال قوانین هم، البته خانم بنی هاشمی خیلی بهتر از من توضیح خواهند داد، قوانین هم کاملا به ضرر زنان هست و اصولا این چه من بهش میگم فرهنگ تجاوز در واقع متاسفانه بسیار بسیار به چشم میخوره. خانم منیاشمی، این روزها در مورد بحث قانون، توانایی قانون و اینکه بتونه حمایت بکنه از این زنان که در ایران، خب مسلما میدونیم که نواقصی وجود داره در این زمینه. این زنهایی که حالا پا جلو گذاشتن، بعد از سالها جرأت این رو پیدا کردن که تجربه خودشون رو بیان بگن، چقدر میتونن به قانون اعتماد بکنن که ازشون حمایت بکنن؟ ببینید، میتونن اعتماد بکنن به قانون، ولی ما در قانون مجازات اسلامی همیشه یه مطلبی که وجود داره اینه که چون این قانون برداشت شده از مسئله فقه هستش، فقه و گاهی اوقات همراه و همسو با جامعه نیست. منظورم اینه که مثلا در خصوص این مسئله تجاوز، من دوست دارم صحبتمو به دو بخش تقسیم بکنم. یکی مسئله نواقصی که در قانون مجازات اسلامی در مورد این موضوع وجود داره، و دیگه مسئله این که اصلا قانون مجازات اسلامی به بعضی از مسائل اصلا نپرداخته. بخش اول صحبتم رو اینطور شروع میکنم که در قانون مجازات اسلامی مسئله تجاوز به عنف مطرح شده، یعنی تجاوزی که همراه با زور همراه هستش. در این ماده قانونی عنوان شده که مسئله عدم رضایت زن به عنوان یک قربانی مد نظر قرار میگیره، منتها اون چیزی که در حقیقت در رویه دادگاه ها بهش توجه میشه رضایت، عدم رضایت به صورت نرم نیست. اون چیزی که قاضی روش میخواد نظر بده عدم رضایت سخت رو انتظار داره از یه خانم ببینه. در نتیجه منظور ما عدم تمایل یا مثلا ناخرسندی نیست، منظور این هستش که قاضی انتظار داره آثار کبودی رو بر بدن اون زن ببینه، یا آثار تقلا نشون داده بشه، یا مثلا از به اصطلاح شواهد محلی بتونه یک زن با فریاد زدن، با جیغ زدن به اصطلاح شاهدی رو به کمک گرفته باشه. که ما میدونیم که این دقیقاً اون مسئله هستش که با ماهیت این جرم در تضاده، به دلیل اینکه اولا متجاوز معمولاً برای اتفاق این جرم، برای اینکه این مسئله پدید بیاد، از قبل برنامه ریزی میکنه. یعنی معمولاً ممکنه به راحتی پیدا کردن شاهد یا شواهدی که بتونه قربانی کمک بکنه در این رابطه زیاد آسون نیست. دوم از همه این که مسئله عدم رضایت که ما میگیم مسئله عدم رضایت سخت رو قاضی مد نظر قرار میده، این هم مطلبی هستش که خیلی در خیلی از پرونده ها با مشکل روبرو شده. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خیلی از آدما در برخورد با یه همچین مسئله دچار یه شوک هایی میشن که حالا یه روانشناس بهتر میتونه در این مورد نظر بده، ولی دچار بی‌حسی اون لحظه میشن. اصلا ممکنه که اتفاق بیفته شما آثار کبودی هم نبینید. نقطه مشترکی که در بسیاری از این روایت ها هم بود که وجود داره، میگفتن نمیتونستن هیچ عکس العملی نشون بدن. دقیقاً اینه که زن بودن و مرد بودن هم نداره، این یه به اصطلاح اتفاق شوک آوره، مثلا اینکه یه نفر در حادثه تصادف برخورد بکنه. بنابراین اینکه ما انتظار داشته باشیم که از قربانی بتونه این عدم رضایت رو، رضایت سخت خودش رو با آثار به جامانده همیشه نشون بده، ما داریم میبینیم که همیشه اینطور نیست. مطلب دومی که باز به نقص قانون مجازات برمیگرده این هستش که تجاوز به عنف رو تنها بسنده کرده به مسئله دخول کامل جنسی، در حالی که ما امروز میدونیم تجاوزهای کلامی وجود دارن، ما امروز میدونیم که آزار و اذیت‌های بسیاری وجود دارن که همه از نظر بحث آثاری اثرگذارن و به یک اندازه روی شخص قربانی میتونن اثرگذار باشن، در حالی که قانون مجازات مطلب رو فقط منتهی کرده، محدود کرده به مسئله دخول جنسی و همچنین
همچنین نه حتی یعنی دخول آلت جنسی مردانه. پس بنابراین روایت‌های دیگه از آزار و اذیت در این تعریف نمی‌گنجه. مطلب سوم هم مسئله تجاوز، ما امروز میدونیم که البته که بیشتر توسط مردان اتفاق میفته، ولی در قانون مجازات صحبت شده که تجاوز توسط مرد روی زن، در حالی که ما میدونیم که زنان هم ممکنه که به اصطلاح گاهی اوقات دست به این عمل بزنن، به خصوص در ارتباط با کودکان. مورد مشهوری هم که هستش که اخیراً به اصطلاح مستند سازی شده بود، ماجرای ویتنی هوستون هستش که این خانم بعد از اینکه خودکشی کرد و اینا، در مستندی متوجه شدن که همیشه وقتی بچه بوده خاله این شخص، یعنی یک زن همیشه این شخص رو مورد تجاوز قرار میداده. پس بنابراین همیشه متجاوز مرد نیست و این از این نظر هم قانون مجازات با مشکل روبروست. برمیگردم به بخش بعدی، بخش دوم صحبت هم، مطلبی که اصلا در قانون مجازات عنوان نشده. یه مطلب تجاوز در زندگی های زناشوییه، به دلیل اینکه ما باز در قانون مجازات میگیم که تجاوز وقتی صورت میگیره که الغه زوجیت بین زن و مرد وجود نداشته باشه، یعنی مزدوج نباشه. پس بنابراین هیچ وقت یک خانومی که در زندگی زناشویی هست نمیتونه از این نظر بیاد شکایتی رو طرح بکنه و به اصطلاح به هر حال تو روابط جنسی با مشکلاتی اگر همراه باشه شامل تجاوز به عنف نمیشه، در حالی که ما در همین بریتانیا از اواخر دهه 90 مسئله تجاوز در زندگی زناشویی رو کاملا جرم انگاری کردن، یعنی یک فرقی هم نمیکنه. جالب این هستش که بگم که تفاوتی نمیکنه که در جنسیت شخصی که خودش رو قربانی میدونه زن باشه یا مرد باشه یا در یک رابطه همجنسگرایی حتی باشن، اصلا از این نظر قانون کاملا به صورت عام بیان شده. و مطلب آخری رو که میخوام به اصطلاح در قانون مجازات بهش اشاره نشده و باز همین هم از موردهایی هستش که من فکر میکنم در موارد اخیر ما خیلی میبینیم، ما الان در کشور بریتانیا و به خصوص آمریکا و چندین کشور دیگه قانونی رو داریم که در روابط اجتماعی رئیس و مرعوسی یا رئیس و زیردستان قوانینی وجود دارن که مطلب تجاوز و تجاوز رو اگر اتفاقی بیفته، اگر به اصطلاح ختم به رابطه‌ای بشه، با تشدید مجازات همراه هستش و در خیلی از موارد حتی منع رابطه رو داریم، به این صورت که مثلا یک روان درمانگر مجاز نیست که با مریض خودش ارتباط برقرار بکنه، اون میتونن از این رابطه خارج بشن و بعداً به اصطلاح رابطه‌ای رو برقرار کنن. یا در خیلی از سازمان‌های بزرگ امروزه اگر رئیس بخواد با زیر دستش رابطه برقرار کنه باید به بخش کارگزینی این موضوع رو اطلاع بده، به دلیل تضاد منافعی که پیش میاد. ما الان میبینیم خیلی از مواردی که خانم ها اومدن گفتن دقیقا از این از نبود این قانون در قوانین ایران اومدن گفتن. استاد با دانشجو ارتباط برقرار کرده، رئیسی با زیر دستش ارتباط برقرار کرده، برای اینکه در اون شرایط آدم‌ها تو شرایط ضعف قرار می‌گیرن و بنابراین اینو قانونگذار در غرب تونسته این موضوع رو بهش بپردازه، اگرچه که خب بازم پیش میاد، مواردم هست، ولی نبود این قانون من فکر می‌کنم یکی از مسائلی هستش که امروز ما می‌بینیم که استاد دانشگاه به اصطلاح با دانشجوهای زیادی این ارتباط برقرار می‌کنه. امروز همونطور که گفتم خبری آمد که یکی از این افراد که متهم شده بود که با دانشجوهای دیگه، یعنی هم دانشگاهیاش، ارتباط داشته و عملا به اونها تجاوز کرده، روایت ها رو هم حتما شنیدین، بیننده های ما هم حتما خوندن و دیدن، چطور میشه که از خیلی از اون روایت ها 7 سال گاهی اوقات میگذشت وقتی صحبت میکردیم، امروز اما همون سیستم به هر حال این فرد رو دستگیر کرده و خواسته که افراد اگر شکایتی دارن بیان جلو و شکایتشون رو مطرح بکنن. اگر قانون این ضعف‌ها رو داره، چطور میخوان ثابت بکنند همون مسائل رو در مورد این فرد، یعنی اون مرور زمان رو چطور میشه اینجا در نظر گرفت؟ به نکته بسیار خوب اشاره کردین. خوشبختانه ما در قوانین ایران مسئله مرور زمان رو در مورد تجاوز نداریم، بنابراین اگر حتی سالها هم از این موضوع گذشته باشه قربانی میتونه بره و به اصطلاح دادخواستی رو مطرح بکنه. من در این مورد فکر میکنم که اگرچه که آثار محلی ممکنه
نباشه، ممکنه آثار پزشکی قانونی دیگه وجود نداشته باشه. اما چون این یه مطلبی هستش که مثل یه حالت موج جمعیه، مثل قطر قطر هستش که به اصطلاح تبدیل شده به یه پرونده، اگر هر کدوم از این افراد قربانی هم یک مدرک بتونن به دست بیارن، شاید جمع این مدارک کمک بکنه که یک پرونده باز بشه. بنابراین زمانی که به اصطلاح ما میتونیم بگیم که اگر ما نقصانی رو در قوانین ایران داریم، ولی موضوع افکار عمومی میتونه به باز شدن این پرونده و به رسیدگی عدالت در مورد پرونده های تجاوز کمک بکنه، به دلیل اینکه زمانی که عده زیادی بیان، خب بعد دادستانی ممکنه بیاد و شواهدی رو بررسی بکنه، شواهد محلی، اینکه مثلا همسایه اون شخص چیزی رو دیده باشه. به هر حال اینطوری به این ترتیب ممکنه زنجیره ها به هم دیگه وصل بشه. پس هر یک صدایی که بیاد و این موضوع رو مطرح بکنه میتونه خودش یه مدرک جدیدی باشه. ممکنه من نداشته باشم، ولی فرد دیگه دسترسی به یه مدرکی داشته باشه که بتونه به روند پرونده کمک کنه. خانم کیان، صحبت از فرهنگ تجاوز کردید، گفتید که ما دوچار چیزی هستیم که اسمش رو فرهنگ تجاوز گذاشتید. آیا فکر میکنید مردهای جامعه ما، من و امثال من که در اون جامعه بزرگ شدیم، چه اتفاقی برای ما افتاده که دوچار این فرهنگ شدیم؟ بسیاری از ما متعجب شدیم وقتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم که به اون کسانی که صدمه دیده بودن از این مسئله گفته می‌شد که چرا خودتو جمع نکردی، چرا ترک نکردی، چرا به خونه اون فرد رفتی، چرا مشروب خوردی و چراهای دیگه‌ای که در پی اون پیش میاد. چه برداشتی شما به لحاظ جامعه شناسی از این مسئله می‌کنید؟ ببینید، من در درجه اول میخواستم تاکید بکنم که به نظرم آزار جنسی و تجاوز یکی از انواع خشونت هایی هستند که بر زنان روا میشه در جوامع مختلف. و مثل برای مثال ما متاسفانه اخیراً در ایران نمودهای چندی داشتیم در مورد قتل‌های ناموسی، خشونت های خانگی. خب تجاوز و آزار جنسی بر زنان هم جزوی از اون خشونت ها قلمداد بشن و در واقع مبارزه برای از بین بردن اینها بایستی که مبارزه باشه برای برابری های جنسیتی بین زن و مرد و در واقع اینکه روابط قدرت که الان به نفع مردان هست میبایستی که تغییر بکنه. و این بسیار به نظرم تاثیرگذار هست روی نگرشی که ما میتونیم به مسئله تجاوز که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم یا آزارهای جنسی داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه برخی از مشکلات رو میشه با فرهنگ سازی بر علیه خشونت و بر علیه آزارهای جنسی و تجاوز در واقع کاهش داد و این از درون خانواده ها از کودکی افراد شروع میشه این فرهنگ سازی، بعد در میبایستی در نظام آموزشی ادامه پیدا بکنه، میبایستی بعد در دانشگاه ها ادامه پیدا بکنه. برای مثال ما در کشور فرانسه مثلا برای جلوگیری از آزار جنسی که برخی از اساتید بر دانشجوهاشون به خصوص دانشجوهای دکترا روا می‌داشتن به خاطر وابستگی دانشجوهای دکترا به استادا، الان چند سالی هست که مثلا تدبیری گذاشتی مبنی بر اینکه کمیسیون‌های باید تشکیل بشه، خود دانشجو دو نفر سه نفر رو انتخاب می‌کنه که اگر مشکلی از این دست براش پیش اومد بتونه با اونها اینا رو در میون بذاره و اون استاد خاطی در واقع از طرف به هر حال دانشگاه مورد مجازات قرار بگیره. بر منظور نظر هم این هست که ما به هیچ وجه، بحث من این نیست که تمام مردان خشونت طلبن یا تمام مردان متجاوز هستن. به همین دلیل هم مسئله فرهنگ رو پیش میکشم و اهمیت فرهنگ سازی غیر خشونت طلبانه رو پیش میکشم. و مردان در شرایطی خیلی وقتا مثلا شما میبینید در شرایط جنگی، خب مردان خیلی هاشون مجبور میشن که در واقع این خشونت رو بر دیگران اعمال بکنن، ولی ذاتن نه زن و نه مرد هیچ کدومشون نه صلح طلبن لزومن و نه خشونت طلب، بلکه این شرایط اجتماعی هست که و فرهنگی هست که اینها رو وامی داره. به همطوری که مثالی هم که زده شد، ما زنانی رو هم داریم که اگر قدرت دستشون باشه ممکنه که این قدرت رو بخوان اینکه تجاوز به مردان محدود نمیشه. اگر بخواید به خانواده ها توصیه‌ای بکنید، به فرزندانشون چی باید بیاموزند که
در واقع پسرها و مردان بیاموزند که نه یعنی نه؟ ببینید در ابتدا همونطور که گفتم بایستی که در آموزشی که خانواده ها و به خصوص اینجا نقش مادرها در ایران بسیار مهمه، چون میدونیم که مادرها هستن که بیشتر این نقش آموزش و تعلیم و تربیت فرزندانشون رو بر عهده دارن، باید مسئله تساوی زن و مرد، دختر و پسر، اینها هستش که بایستی از ابتدا به بچه ها چه دختر و چه پسر یاد داده بشه و اینکه هیچ کسی بر دیگری برتری نداره، علارغم نهادهای موجود در ایران، علارغم قوانین موجود در ایران که به نفع مردان و به ضرر زنان هستن، ولی اگر این تعلیم و تربیت، این آموزش و پرورش در جامعه از ابتدا به کودکان وجود داشته باشه، جامعه رو ما میتونیم ببینیم که به هر حال با فرهنگ خشونت، با فرهنگ تجاوز مرزبندی داره و این شبکه های اجتماعی امروز بسیار کمک میکنن به اینکه این فرهنگ سازی ضد خشونت و ضد تجاوز بتونه انجام بگیره. برای همین اینا بسیار مهمه، ولی فقط نه به خانواده محدود نمیشه، باید سیستم آموزشی دنبال بکنه این مسائل رو، بایستی سیستم آموزشی به کودکان این رو یاد بده که تفاوتی نه اساسی و نه جوهری بین دختر و پسر وجود نداره و غیره. ما فقط تنها راهی که میتونیم در واقع با این فرهنگ تجاوز در ممالکمون مبارزه بکنیم همین هست و دیگری از بین بردن آن چیزی که باعث نابرابری های جنسیتی بین زن و مرد میشه. امکانات برابر بایستی که به زنان داده بشه در تمام عرصه ها، چه اقتصادی، چه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، برای اینکه جلوی این در واقع خشونت و تجاوز گرفته بشه. ممنونم. خانم رانی هاشمی، چه تغییراتی رو میشه امیدوار بود که دستگاه قضایی ایران عملا پیش ببره با توجه به این که اتفاقی که فعلا افتاده عملا تحت فشار شبکه‌های اجتماعی بوده؟ یعنی اگر این فشار وجود نداشت این اتفاق هم نمی افتاد، این بحث هم پیش نمی اومد. چقدر فکر میکنید بشه امیدوار بود که این سیستم و سیستم قضایی ایران بتونه خودش رو کم و بیش اصلاح بکنه و به زنها این جرأت رو بده که جلو برن و اگر بهشون تجاوز میشه حداقل دست به دامان سیستم قضایی کشور بشن؟ من خوشبین هستم همیشه و فکر میکنم که به هر حال در طول وقتی یه مطلبی رو مطرح میشه شاید یه مقدار طول بکشه تا انجام بشه، شاید به اصطلاح اون اندازه که ما انتظار داریم اتفاق نیفته، ولی همین یک قدم برداشتن مثل ماجراهای دیگه، مثلا مسئله به اصطلاح تابعیت دادن به مادرانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارن، به هر حال این پیش خواهد رفت و موضوع این هستش که من به عنوان یک حقوقدان و یه آدم پژوهشگر معتقد هستم که قوانین اگرچه حکم بازدارندگی دارن اما در عین حال حکم تربیتی هم دارن. یعنی منظور این که وقتی ما میایم قوانین رو قرار میدیم که منع این رو میکنیم که رئیس با مرعوسش ارتباط داشته باشه، در مرور زمان این یک آموزش هم یک تربیت اجتماعی رو هم به وجود میاره، به این صورت که دیگه اون وقت آدما ذهنشون نسبت به این روشن میشه که کسی نمیتونه به خاطر اینکه استخدامشون بکنه یا استخدامشون نکنه حق نداره که اینها رو در محل کار مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین قوانین میتونن کمک بکنن حکم هم بازدارندگی داشته باشن هم باعث تربیت اجتماعی بشن و همین اقدامی هم که خانم‌ها میان انجام میدن این اصلا کار راحتی نیست. مسلما من به عنوان یک زن میتونم بفهمم که چقدر فشار روانی روی اون فرد هستش، ولی میتونه اون شخص به این فکر بکنه که اگر این سکوت سالها پیش اتفاق نمیافتاد، اگر ترس از قضاوت وجود نداشت، شاید یه عده کمتری اون وقت قربانی می‌شدن. بنابراین کسانی که امروز دارن صحبت می‌کنن در حقیقت دارن کمک می‌کنن به کسانی که ممکن بوده در آینده اونها هم قربانی باشن. بنابراین فکر می‌کنید که این روایت‌ها هر چه بیشتر بشه و کسان بیشتری جرأت بکنن بیان روایت خودشون رو بگن، در نهایت میتونه کمک بکنه که جلوگیری از اتفاقات مشابه هم بشه؟ 100%. این مطمئنم که این موضوع در ارتباط با خیلی از آقایون هم ممکنه پیش اومده باشه. بنابراین من فکر میکنم چه مرد چه زن، هر کسی که در این راه یه قدم کوچیکی برداره میتونه کمک، همونطور که گفتم مثل یک زنجیره، مثل یه خونه زن. نباید فکر کنه که من حالا اومدم اینو گفتم یا چه اتفاقی میفته فردا، ممکنه قضاوت‌های
زیادی در مورد من صورت بگیره. قضاوت‌های بد هست ولی مسلماً قضاوت‌های خوب هم هست. خیلی هم احترام میذارن به شجاعتی که خیلی از خانم‌ها تو این دوره برداشتن، به خصوص به این که به اصطلاح خانم‌ها اومدن صحبت کردن از زمان‌هایی که در ناگزیر در مکان‌های کار، در مکان‌هایی که کاملاً اعتماد باید وجود داشته باشه، این اتفاق براشون افتاده. خانم کیان، وقت زیادی نداریم، در نهایت همین سوال از شما، چقدر فکر میکنید که بیرون آمدن افراد و مطرح کردن تجربهشون و برداشتن این بار از روی دوششون و بیان کردنش میتونه کمک بکنه به لحاظ اجتماعی به ما؟ ببینید، اگر تجربه کشورهای دیگر در نظر داشته باشیم کمک میکنه به طبع. اول از همه به خود این زنان که سالهای سال این واقعیت ها رو متاسفانه مجبور شدن در خودشون نگه دارن و به هر حال گفتنش و مشارکت این تجربه با دیگران تاثیر داره. تأثیری هم که میتونه داشته باشه اینه که به افراد متجاوز و خشونت طلب به هر حال این رو بگه که میتونید شماها برملا بشین و ما میتونیم شما رو برملا بکنیم، به همین دلیل هم تأثیر به تبع داره. ولی برای این که ما به طور بلند مدت دیگه شاهد این مسئله نباشیم، برای اینکه متاسفانه با اینکه جنبش میتو شروع شده مدتی هست ولی هنوز بسیاری از زنان که برای مثال از امکانات خاصی برخوردار نیستن هنوز مجبور هستن که آزارهای جنسی رؤسای خودشون رو تحمل بکنن به خاطر اینکه کارشون رو از دست میدن. این واقعیت هست که تا زمانی که ما به لحاظ واقعی به تساوی نرسیم بین زنان و مردان و همونطوری که گفتم قدرت با مردان باشه در جوامع، فقط گفتن کافی نیست. و بعد هم فکر میکنم که شکایت گذاشتن و ثابت کردن این مسائل، حالا چه تجاوز باشه چه آزار جنسی، این هم بسیار بسیار مهمه و نه فقط در حد گفتن. و برای اینکه ما میبینیم که جاهایی که شکایت شده، برای مثال نمونه هایی که در امریکا داریم، در فرانسه داریم و حتما در بریتانیا هم، تأثیرات بیشتری رو بر دیگر آقایون یا دیگر خشونت طلبا و متجاوزین داشته تا اینکه ما فقط از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم. و به همین دلیل قانون بایستی که طرف در واقع این زنان باشه. ممنونم از شما خانم کیان. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، با ما، ممنون از وقتی که به ما دادید. و اینجا در استودیو خانم پگاه بنی هاشمی حقوقدان که به ما پیوسته. و ممنون از شما که با ما بودید. در این نیم ساعت برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.